عزیز، امروز میخوام در مورد نخ کردن چرخ راست دود و برخی ترفندها و مشکلاتون با شما صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید. این چرخی که ما اینجا باش کار میکنیم جک مدل افته هستش. همه چرخهای قسمت آنتن دارن که قسمت خیلی مهمی هستش و نحوه قرارگیری دوکا روی اون باید به صورت موازی با این قسمت آنتن باشن و هر نخی از جایگاه مخصوص خودش رد بشه. ما نمیتونیم نخ ماسوره رو از این قسمت یا برعکس دوک دوخته رومون رو از این قسمت رد کنیم، چون باعث ایجاد تداخل نخ ها با هم و باعث ایجاد مشکل توی دوخت با هم میشه. وقتی که مطمئن شدیم دوک هامون سر جایش خودشون قرار گرفتن و هر نخی از سر جایگاه خودش رد شد، میایم این قسمت تنظیم پیچ کشش نخ دوک ماسوله هستش. از اینجا که رد کردیم ماسوله رو که اینجا قرار دادیم، این اهرم رو فشار میدیم تا سر جای خودش قرار بگیره. وقتی که ماسولمون حین دوخت پر شد، این اهرم خود به خود باز میشه و میتونیم به کمک این قسمت که قسمت تیغه برش نخ هستش، نخمونو که دوک نخ رومونو از این قسمت ها با دقت رد کردیم و هر کدوم از سر جای خودش، این قسمت پیچ تنظیم کشش نخ هستش که با توجه به ضخامت پارچمون اینم تنظیم میکنیم. سوزنمونم نخ کردیم، تمام. میرسیم به این قسمت. این قسمت قسمت اهرم سرقائم هستش که برای دوخت برعکس یا همون دوخت دندقبمون به اصطلاح ازش استفاده میکنیم. و یه کاربرد دیگه هم که داره اینه که وقتی این اهرم رو فشار میدیم، میتونیم گام دوختامون رو تنظیم کنیم. هرچه اعدادمون از 0-1-2 پایین تر باشه، دوختای ریزتر و فشرده تری رو خواهیم داشت و هرچه درجه دوختامون بزرگتر باشه، دوختای پراکنده تر و بزرگتری رو خواهیم داشت. ممنون از همراهیتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.